السلام علیکم دوست عزیز، فرساد هستم در خدمت شما با تدریس کورل درو X8. ببینین، درس امروز ما معرفی خود کورل درو X8 است که از کورل درو ما بیشتر برای گرافیک دیزاینینگ، ایجاد بروشر و لوگو و فلایر و استریت بانر و پول ساین و بیلبورد و غیره چی میکنیم ما استفاده میکنیم که خیلی کارهایی در فوتوشاپ میشه که توسط کورل بسیار با آسانی ما میتونیم رو چی کنیم ما انجام بدیم. کورل به معنای مغز، درا به معنای دراوینگ، یعنی کورل درا مغز دراوینگ چی میکنه در اینجا برای ما، یعنی ایجاد میکنه. در این قسمت ببینین، وقتی کورل باز میکنین، نیو داریم، نیو فرام تیمپلیت داریم، اوپن ترسنت داریم، اوپن ادر داریم و تک ترو. اینا چی میکنه؟ تک ترو نیو خود نیو داکومنت صفحه نو به ما میاره. اگر تیمپلیت های ذخیره شدگی داشته باشیم، تیمپلیت ها یعنی شکل های آماده شدگی پیش از پیش می باشه که اونا رو میتونیم چی کنیم ما بیاریم. اگر ما دو سه پروژه رو کار کرده باشیم، باز کرده باشیم برنامه رو، پس کلوز کرده باشیم، در رسیم تونا چی میشه؟ ذخیره میشه. و یا اگر کدام برنامه های دیگه ای ما داشته باشیم، میتونیم از اوپن ادر رو چی کنیم بیاریم. و تیک ترو در مورد خود برنامه کورل درو به ما چی میکنه؟ ویدیوهای نمایشی داره که اگر سی دی که میخرین اوریجینال باشه، کاملا اینجا به شما به نمایش میگذاره. پس من نیو داکومنت کلیک میکنم، در اینجا ببینیم همین صفحه ای که میخوایم باز کنم میگه نام بده، میگم به نام چی؟ فرست لیسن، پرزنت دستینیشن، همین پرزنت دستینیشنش در کجا باشه، به شکل دیفالت باشه، آر جی بی باشه، به شکل سی ام وای که رید گرین بلو هست، باز کنیان مگنتیک موتور رنگ های یلو اینا هست که ما لیره به شکل دیفالت چی میگیریم؟ کورل. سایز صفحه ای که باز میشه میگه چند میخوای بگیری. سایز های مختلف ده اینجا هست، میتونیم بزنس کارت بگیریم، نصف لیتر رو بگیریم، دبل باشه، اینی کل من چی میباشه اینجا اندازه هست. اما ما برای فیلن میام چی میگیریم از اینجا؟ A4. ببینین اوتومات بویدش به اساس میلیمتر نشون میده، میگه 210 میلیمتر ما تقریبا 20-21 سانتی میشه و 297 هم هیدش میشه. ایره ما میتونم به شکل اینچ، یعنی اندازه، به شکل پیکسل، پوینت، به هر کدوم خواسته باشه. من میام میگم چی باشه؟ سانتی متر، 21 سانتی متر، و یعنی 29 چند؟ 7 سانتی متر میشه. نمبر آف پیج چند صفحه رو میخوایم باز کنیم؟ میگم فیلن چند صفحه باشه؟ یک صفحه. افقی باشه یا عمودی، لندسکیپ، پورتریت، کدامشه میخواین؟ فرق نمیکنه هر کدام بگیرین. ببینین در اینجا پرایمری کالر مود، کالر مود ری آر جی بی داریم، سی ام وای که داریم. هر کدام سی ام وای که از 4 رنگ تشکیل میشه، آر جی بی از 3 رنگ. رزولوشن، کوالیتی و کیفیت صفحه ما چقدر باشه، چیزی رو که دیزاین میکنیم 300 دی پی آی است. ایره میتونین 200، 150، 100، 96، 72 دی پی آی چی کنین بگیرین. اگر شما برای تمرین خواستین مشکل نیست، میتونین 150، 72 بگیرین. اما اگر میخواین که یک بیل بورد ایره، یک استریت بانر یا چیزایی که بسیار کلان است سایزش که برو دیزاین کنین، شما باید چند بگیرین؟ 300 دی پی آی دنج بگیرین. پرویو مود از ایره انهانس هست که بسیار پرویو بالا داشته باشه. درافت، هر رنگ و هر شکلی که بدین بدون کیفیت رو نشون میده. نورمال سایز نورمالش هست، به شکل وایر فریم، سیمپل وایر فریم، فریم دار میاره سفره، یک چوکات بر از ایجاد میکنه. اما ما میخوایم به شکل چی باشه؟ انهانس. بعد از او میره میگیم چی؟ اوکی. ببینید به همون ترتیبی صفحه چی آمد. باز وقتی که سفر ما میاریم یک فرصت دیگه در اینجا به ما میده که میگه اگر خواسته باشی اینجا سایزش میتونی تغییر بدی، از این قسمت میتونی که باز به دل خود سایز تغییر بدین، افقی و عمودیشه، این شکلهای دیگه است، سانتی متر، میلی متر، چی باشه این انتخاب کن. و ببینیم اینمی خود صفحه ای که سایه دار است، اینهایش میگه چقدر میخوای باشه و به همین ترتیب دقیق از این قسمت. اینجا ببینین اینا رو به نام مینو بار یاد میکنیم که از هر کدام از این پروژه ما چی میکنیم، چیزی که ضرورت بود استفاده میکنیم. این قسمت رو به نام تولز بار که در
هر چیزی رو که در اینجا من کلیک میکنم یا از قسمت خود تول باکس خود را اصلا میکنم، ببینید اون شکل ها چی میشه، باز فایل میشه، کپی و سیو و سیو از و اوپن و پست اینا در اونجا چیست موقعیت داره. این قسمت رو به نام فارمتینگ بار یاد میکنیم که بر اساس الیپس که رسم میکنم ببینید اینا چی میشه، فعال میشه، میگه روتیت نمیدی مثلا نصفه باشه، بی ترتیب باشه، به کدام حالت رو چی کنه نشون بده، که هر کدام از زیره انشالله در پروژه چی میکنیم ما کار میکنیم و شما باز خود دیدین که چی قسم از اینا ما استفاده میتونیم بکنیم. ایره به نام تولز باکس که تولز ابزار لوازم یا بار میتونیم که نظیم اینا چی کنیم ما برای ایجاد یک لوگو یک دیزاین از این چی کنیم ما استفاده بکنیم. ایره به نام رولر یاد میکنیم، ایره به نام اسکرول بار، کالر بار و ایره اسکرول بار افقی عمودی هست، پیج تب که صفحه ها رو در اینجا به ما نشان میده، کالر تب هست، امیال رنگ سرخ استفاده کردم، ببینید باز میام سبز میگیرم، سبز در اینجا چی شد؟ آمد، همون رنگ هایی که شما استفاده میکنین در اینجا یک بیگو رنگ باز چی میکنه به ما؟ به نمایش میگذاره، کلیک راست میکنم در رنگ سبز چی شد در اینجا؟ آمد. دی کلیک میکنیم صفحه بعدی ای پرویوس پیج، از اینجا نیکس پیج میتونیم ای ترتیب استفاده بکنیم و بعد از اون از اینجا میتونیم رنگ های دیگر ما انتخاب کنیم، فقط دبل کلیک میکنیم ببینیم که ایدیت فیل که توسط از زیر رنگ میتونیم بدیم که او کار در اینجا هم هست که امروی از چی میکنیم ما میخوانیم در بیشتر در پروژه که رنگ ها رو ما میتونیم سایدار چیزا بسازیم و در اینجا هم ببینیم به شکل پین تول میتونیم رنگ خود چی کنیم ما استفاده کنیم که چقدر دبلی اوتلاین ازی باشه. این همی موضوعات کلش در اینجا است که از اینجا میتونیم شما شکل ها چی کنیم خودتون به دل خود انتخاب بکنیم و اوکی بکنیم نمو کار در اینجا چی باشه ایجاد باشه. پس ما درس خود از چی شروع میکنیم؟ از قسمت خود تول باکس. اول خوب ببینین اینجا مفتول داریم، کار مفتول نمیست که همی رو میتونیم به هر طرف که خواسته باشیم چی کنیم ما انتقال دادیم. پایینش داریم به نام شیپ، کانورت تو کرو توسط شیپ ما خیلی کارهاییست که میتونیم انجام بدیم که در پروژه هایی رو میخوانن شما به هر طرف گیره کش کنم ببینین اینی اندازه بازدمی میتونم که کلیک راست در اینجا کلیک چپ میکنم به خود از این آمده باز در اینجا کلیک راست convert to curve ببینید در هر بخشش که کلیک میکنم اینی زاویه ها کلا اینا چی میشه فعال میشه که از این ما میتونیم که یک قسمت از این چی کنیم ما به دلخواه خود تغییرات بیاریم. ببینید در اینجا که کلیک میکنم باز convert to curve میتونیم اینه چی کنیم بینی بیالت و تغییرات بیاریم ما در اینجا یا همین کتاب ها اینایی که جور میشه معمولا از این باز در پروژه بیشترین کاربرد ما از این استفاده خواهیم کرد و انشالله کاملا خواهید فهمید که اینا مثلا شکل گل میسازه چی کارا میکنه دلیت میکنه پریسیت ها اینا هست که میتونیم از اینا چی کنیم بری از این استفاده بکنیم ما میره دلیت میکنم ما شکل دیگر رکتنگل در اینجا رسم میکنیم میام در اینجا دیگه کلیک ببینین بعد از او اینجا اسموت داریم که اسموت یک قسمت چی میکنه ای تیز میکنه تقریبا صاف میکنه هر قسمتش که اگر کش شده باشه بار ببینین اول ما میام در اینجا میام در خود شیپ تول کلیک میکنم یک کلیک در اینجا ایره کش میکنیم بعض قسمت ها کش میشه اینی حالا دبل کلیک ببینین وقتی که ما بیام در خود اسموت کلیک کنم کنترل مثبت میزنیم اینی قسمتشه اسموت ببینیم بیالت گل میسازه صاف میکنم دیگه داریم در اینجا چیزی به نام چی؟ سیمیر که این از اینجا بگیریم کش کنیم بر طرف که خودتون خواسته باشین همه قسمت دیزاین میتونین تغییر بدن و ای اون از شکلش هم معلوم است اینجا کلیک میکنم ببینیم این گوشه را شکل گل بسازی یک کلیک کنه نگاه داره نمانت شد به این ترتیب و میام در اینجا روی خود اتک این از این گوشه ببینیم بگیریم کش کن نمانت او رو بیالت تبدیل میکنم میام در روی خود
ریپل دلیت، این از این قسمت دیدیم طرف بیرون، یک کلیک دیدیم اینجا کش کنید طرف بیرون، یا این اینجا بهتر معلوم میشه. ببینید این طرف کلیک کنید طرف بیرون، اگر اینجا کلیک کنید باز طرف چی؟ داخلی رو میتونه چی کنه؟ حرکت بده نسبت چی کنه. و در اینجا داریم چیزی به نام اسموگل داریم، وقتی که در اسموگل کلیک میکنم ببینید یک گوشهش میتونه بگیرین چی کنه شما؟ کش کنین. دیالت و باز برعکس از یه اگر خواسته باشیم بشه ایره منفی ما میکنیم، یعنی در اینجا درجه اینایش تغییر میتونیم بدیم که او باز کاملا چی بشه برعکس کار، باز در پروژه ها به خیلی رو چی میکنیم بیشتر کار میکنیم. و اینجا داریم به شکل چی روهن هست که امو برعکس از او کار باز خود چی میکنه روهن، این طرف بیرون و طرف چی داخل، از اینجا میتونیم رو چی کنه شما بیشتر بکنیم. قسمت ها رو متوجه باشین، توسط رو هم دلیت میتونین پس رو بالا تا یا از اینجا نوکش اینا رو میتونین روتیشنش کلان کنیم خورد کنیم که خیلی کاربرد در قسمت خود چی پروژه ای بخیر داره باز اجرا میکنیم. اینجا کراپ داریم قطع کردن، میام در مفتول ایره میگم دلیت، رکتنگل خود رو رسم میکنم، برای از این یک رنگ هم میدیم، میایم در خود کراپ این از اینجا انتخاب میکنم یا دروش دبل کلیک کنم چی میشه؟ کت میشه. نایف شکل چاقو این از این قسمت میتونیم ما چی کنیم؟ برش کنیم. میدیم یک کلیک در اینجا از وسط شدی دو نصف شد. بعد از او به شکل ورچوال سگمنت دلیت هست که این از میان چیل کلیک رو مکمل چی میکنم اونه از بین میبره و پاک میکنم. دیگه چیزی که ما در اینجا داریم ایریسر هست که توسط ایریسر هر جایش که خواسته باشیم میتونیم چی کنیم ما پاک کنیم. زوم داریم کلان میکنم اینا بینه تغییر میه، وقتی که در روش کلیک میکنیم این شد تغییرات در اینجا آمد، توسط هر کدام از این یک کار ما میتونیم چی کنیم انجام بدیم و همچنین توسط زده یک دفعه یعنی زوم تو پیج برابر به خود چی صفحه ایره میکنم. و از اینجا به اساس درجه خودتان میتونن چی کنون رو بسازن، هر کدومش فیت اینا در اینجا نوشته از نامایشم. بعد از زوم در اینجا داریم پن، توسط پن هند فقط ایره میتونیم چی کنیم در هر طرف خواسته باشیم انتقال بدیم. و در اینجا داریم فری هند تول، فری هند تول بینید لاین اینه میالد رسم کنیم اوتومات شدی رسم شد تو پوینت لاین که بیشترین کاربرد انشالله ای داره در اینجا، باز ما شما میخوانیم که چی کارهایی را توسط تو پوینت لاین انجام داده میتونیم. کنترل ای دیلیت میکنم اینا رو. بعد از او داریم پین تول، یک کلیک در اینجا دیگه کلیک در اینجا پس دایم اینجا کلیک کنیم اینا با هم چی میشه تسل واصل میشه، میتونیم یک رنگ امبروزی ایجاد کنیم. بیزی ارتز داریم ببینیم باز به این طرف باز در اینجا کلیک کنیم ایش شد در اینجا به این شکل ایجاد شد. بعد از پین تول در اینجا بی اسپلاین داریم، فقط کلیک کنیم بیاریم در طرف خواسته باشیم. یک کلیک باز به اونجا کنیم، باز به این طرف به این طرف در هر طرف ما خواسته باشیم میتونم وصل کنیم این پس و اعمال یک شکل چی میشه اینجا ایجاد میشه. بعد از بی اسپلاین پولی لاین داریم که پولی لاین چندین لاین ببینیم در اینجا کلیک کن به خود چی میکنه رو رسم میکنه یک شکلی رو میتونم ایجاد کنیم. تری پوینت کرب داریم ببینیم هیچ چیز ضرور نیست بگیم، یک گوشش بین رسم کنیم بعدا در طرف کش کنیم چی میشه مالت رسم میشه. بعد از تری پوینت کرف سمارت دراوینگ داریم، شما میتونید یک شکلی رو توسط از رو چی کنیم ایجاد کنیم بی ترتیب. اینجا میتونیم که به شکل لاور باشه
ببینید، میتونیم به شکل من بگیریم، هیچ حرکت اینا رو از خود ایجاد نمیکنه، اینا هم همون قسم و همیشه اینا رو به شکل میدین میگیریم، یعنی شکلی که رسم میشه بالا و پایینش به یک سایز به ما چی میکنه؟ لیس میسازه. در اینجا بعد از اون ما داریم ببینین اینا همگی سمبول هاست، علایم های ساخته شدگی، نوکای برش هست، کلیک کنین دماله تو برش چی میشه؟ رسم میشه توسط از پروژه باز گلاس و این چیزا ساخته میشه که بخیر ما کار میکنیم. در اینجا ببینین رنگ های بیشتر، علایم های بیشتر داره، ما میتونیم از اینا چی کنیم؟ استفاده بکنیم. کنترل A دلیت. فقط کافی است که در اونجا بیاین شما کلیک کنین، او رنگ خود به خود چی میشه در اینجا میایه هر شکلی که ما خواستم، یک کلیک فقط. دیگه در اینجا میتونین از اینا چی کنین شما؟ یک وقتی یک سمپل وارد در پروژه اگه خواسته باشین استفاده کنین، میتونین از اینا چی کنین شما؟ اینجا باز بیشتره، مثلا فود، در فود کلیک میکنم با شکلهای دیگه در اینجا چی میشه؟ میایه امیال ای برش هست، میاییم نینی رنگ، باز در اینجا میام مثلا نینی رنگ و از این قسمت باز چی میکنین اموره؟ انتخاب میکنین. ببینین و اگر خواسته باشین که از اینجا شما چیزی را از در خود سیو آبجکت اینو داشته باشین، میتونین از اونجا برین چی کنین شما بیارین. اگر نداشتین دیگه هیچ، همین را باز میتونین که شما اگر یک وقت خواسته باشین که ذخیره بسازین، میتونین که از اونجا چی کنین سیو هم بکنین. دیگه چیزایی داریم اینجا بسیار، سایزش چی، کلان، خورد، چی اندازه باشه میتونین خودتون تعیین کنین. سگمنت رایش میتونن که به این شکل باشه. باز ببینید کاملا چی که اینی قسمت هایش کلن از اینجا ما میتونیم چی کنیم؟ خود ما تغییرات بیاریم به پیش یا به طرف چی داخل و از اینجا هم همچینیم بر اساس بر اینا چی میکنید؟ تغییرات میتونن بیاریم. میام باز در اینجا در پایین ازی ببینین چیزی دیگه داریم به نام رکتنگل، فقط چهار کد رسم میشه، 3 پوینت رکتنگل، یک کلیک اینجا کو کش کن یا اینی حالا دیگ لاین رسم میکنم، شیفت رو بگیرین راست رسم میشه، رسم شد کش کنم تا بالا هم حالا چی میشه اینا رسم میشه. کنترل ای دلیت. بعد از او الیپس داریم، اینی رو به شکل دایره میتونیم چی کنیم؟ ایجاد کنیم. پایین از این هم هست 3 پوینت الیپس داریم، یک کلیک در اینجا بینیم کش کنیم، همه حالا چی میشه در اینجا دایره ایجاد میشه. کنترل ای دلیت. بعد از الیپس در اینجا پولی گان داریم، ببینیم میتونیم از اینجا زیرهایش زیاد رو کم کنیم، اینه میتونیم روتیت بدیم، تغییرات دیگه در اینجا خواسته باشیم به شکل اوتلاینش کلیک راست در اینجا بکنیم، شکل اوتلاینش چی میکنه؟ تغییر میده. و دیگه تغییراتی که خواسته باشین از اینجا میتونین چی کنین شما؟ بروی از این بیاره در هر بخشی که خواسته باشین. ببینین کنترل ای دلیت. پایین پولیگان در اینجا داریم استار، شکل ستاره. بعد از او کامپلکس استار، مغلق پیچیده تر رو میاره. در اینجا داریم چیزی به نام چی؟ گراف پیپر بیالت. میاییم در روی اسپریال کلیک کنین، این ایالت یک شکل چی میکنم ما؟ ایجاد میکنم. اینجا شیپ ساز ببینیم به یه شکل اروز به حساب هم وکتور چیزی که به یک چیزی میدین، از اینجا میتونیم بیاریم. به اینجا داریم فلو چارت شیپس، بعد از فلو چارت اینجا داریم به شکل های مختلف که ما در پروژه این شکل ها رو باز میخوانم که چه قسم جور میشه اینا.
و کال اوت پیپر که اگه کامنتی چیزی میدین به اینجا این شکلش چی میکنه نشان میده. کنترل ای دیلیت تکست. توسط تکست ما میتونیم چی کنیم؟ نوشته کنیم in the name of Allah. همین نوشته رو بولد میسازیم، رنگش سیاز کنترل دی دوبلیکیت میگیریم، پس میاریم در رویش، رنگش آبی میسازم، کمی زوم، پس میاریم در این طرف، رنگ آبی. بعد از اون این کمی به خودش چی کنیم؟ نزدیکتر کنیم، اون یک سایه دار برازی چی میشه؟ ایجاد میشه به این ترتیب. میتونم که باز در پروژه انشالله اینا بیشتر تشریح شده که چه قسم ایجاد میشه باز میخوانیم. دیگه داریم تیبل، میتونیم یک تیبل بیاریم. وقتی که تیبل کلیک میکنیم اینجا بینین همیال یک کلم، دو، سه، چهار کلم هست، میگم چند؟ پنج کلم، شش، هفت، هشت. روهای شده اینجا میتونیم چی کنیم؟ ما زیاد بکنیم. او روها زیاد شد ببینیم بی اندازه. باز میتونیم که در هر کدام از چی کنیم ما؟ خود تکست میریم، میتونیم در اینجا چی کنیم ما؟ نوشته خود انجام بدیم. پس میام در اینجا در روز یک کلیک اینه میگیم چی؟ دلیت. بعد از این در اینجا بینین پریال دایمنشن هست که به اساس یک درجه ایره نشان میده، میگه 3.63 سانتی ره چی کردی؟ رسم کردی. کلش هورایزنتال باز دیالتی رو نشان میده. کنترل ای دیلیت و ای باز به شکل بینین این این شکل که زاویه از ایره داخل بیارین یه اندازه شد میاره. باز میتونن که بیشتر خواسته باشین بیشتر کش کنین، باز دنج کلیک 68 درجه رو چی میتونم ما نشان میده. و کار برده از این هر کدامش در پروژه باز بیشتر چی میشه ما؟ واضح میشه. و از این هم اینمی چیزی رو که رسم میکنیم پس میتونیم میده با هم چی کنیم ما؟ پیوند بده. این همه گی کار برده از این ها مثلا ببینیم همیال ما در اینجا رکتنگل رو رسم میکنیم، میایم در اینجا همین رکتنگل یا توسط خود سگمنت اینی میگه میالا بینین در بر 2.34 است. اگر به این شکل خواسته باشیم یک کلیک فقط یک اشار چند شلوسی از اینجا تو اینجا اینی حالا درجه ایشه با ما چی میکنم نشان میده اینا. بعد از او ببینین باز اینجا داریم straight line connection، فقط راست لاین ها میتونیم خود ما چی کنیم اینجا ایجاد کنیم. right angle بی حالت line میتونیم که این اینجا بینیم یک کلیک بی حالت شکل گل باشه و edit anchor در هر کدام قسمت از این خواسته باشه ما باز edit کنیم. میتونیم که از این ها چی کنیم ما ببینیم همیال edit میشه اینا. پس ما میام اگه دی کلیک کنیم قابل ایدیت هست، دیم اینجا کلیک میکنیم میتونیم ایره کم بسازیم زیاد بسازیم. باز که میخواییم که کاملا چی بشه انکر پوینت ها از کار بفته، حالا هرچی کلیک کنیم کار نمیکنه. پس میام دی اینجا کنترل ای دیلیت. بعد از اینا دی اینجا داریم ما چیزی به نام دراپ شادو، ایره میگم اینی رنگش باشه ایجاد که برای از یک شک سایه اینی یک طرف کش کن یا اینه میده بیرم بالا پایین طرف راست. میتونیم یک شادو برای از چی کنیم ما ایجاد کنیم. بعد از دراپ شادو شل کانتر باشه ببینیم این از اینجا ایده میکش داخلش چی باشه سفید یا اینی رنگ میتونیم چی کنیم ما انتخاب کنیم.
اینا دیگه کلن به دو رنگ مثلا باشه، شکل بیرونش اوتلاینش از اینجا ببینیم ده ای حالت اینا کاملا چی می باشه، نمونه هست که میتونیم به ایچ کنیم و استفاده بکنیم. در اینجا باز پریسیتس هست، کنترل ای دیلیت رکتنگل ما رسم میکنم، میایم در اینجا و خود از یک کلیک این از اینجا رو کش کنیم. شما باز ببینید ما پریسیت ها داریم که میتونیم از اینا چی کنیم برازی استفاده بکنیم، بی شکل باشه، دی شکل، دینی شکل و تغییرات سایزش میتونیم بیاریم خود تا بینیمی اندازه خود میشه، از او بیشتر دیگه بازی ادامه نمیتونه، باز بیشتر بیالت پس در اینجا کلیک میکنیم تا اینی اندازه مثلا رنگاش هم میتونیم چی کنیم باز خودتون تغییر بدن از اینجا، یا این یادت باشه یا هم در یادت ببینیم هر کدامش هم میتونیم چی کنیم ما تغییرات، و یا بیایم به شکل فلو اوت بگیریم کنترل منفی رو بزنیم در اینجا ما میام کلیک میکنم و در وسط از این کلیک میکنیم رنگ از چی؟ سفید میتونم که این شکل برازی چی کنیم ما ایجاد بکنم، میرم میگم چی؟ دلیت. بعد از او در اینجا میام چیز دیگه ای داریم به نام بلند، ببینین اینی را ما در اینجا رسم میکنم رنگ میده میره بی رنگ، کنترول دی دوبلیکیت، دوبلیکیت از ایرم میاریم دی ای طرف، امیال ما در اینجا کلیک میکنم میام در خود بلند کش میکنم در دیازه بینیم بی شکل شد آمد. اینا دیگه دیزاین ها رنگ ها این هاست که میتونیم که تغییرات در رنگ اینا چی کنیم ما بیاریم بیارم، یا در اینجا کلیک میکنم دلیت صفحه خود کمی زوم میکنیم تا اینی اندازه، میام در روی تکست نوشته میکنم کپس لاک آن ای نوشته میکنم به اندازه 72 کنترل دی یک ایره در اینجا قرار میدیم، ای ایره میارم در اینجا قرار میدم، ببینیم رنگ از ای میگم سرخ باشه، رنگ از ای ایرم به شکل سبز، همیالو ببینیم اینی ده ای ای کلیک میکنم میام در خود چی؟ بلند از همین جیره کش میکنیم در این قسمت. بعد از او که کار انجام شد اینجا اینا رو روتیت میدیم اینی شکل هست، اینی شکل انتخاب میکنم، ببینیم تنها حرف ای رو من انتخاب میکنم، ای اولی ده سایزش کلان میکنم بیاندازم، بازی طرف کلیک در اینجا بینیم کلیک راست اوتلاینش باشه سرخ، کم دیگه میره کلانتر، این ای اول هدفم هست بولد هم میگم باشه، رنگش سبز، اوتلاینش این حالت انتخاب میکنیم، ببینیم در اینجا کلیک میایم از این جیره چی میکنیم روتیت میدیم بر اندازه که ما خواسته باشه، آخرش 360 درجه روتیت داده شد، از اینجا خانهاش بیشتر کم میکنم شکل هاییست که ما میتونیم توسط بلند چی کنیم ما انجام بدیم، ببینیم این شکل خود چیست اول، باز اینجا اینی رنگ هاست میتونیم شما از این رنگ ها چی کنیم برازی استفاده بکنیم، پس ایره در ورکز میاریم
و دامی ای اول باز من کلیک میکنم ای رو کش میکنم به طرف چی؟ پیش رو در اینجا دیگه کلیک سایزش خورتر یعنی به یه ترتیب دیگه ما میتونیم چی کنه میره از بلین استفاده زیادتر هم میتونیم شما در اینجا بکنین و از اینجا تعدادش هم میتونیم شما زیاد بکنین و در این گوشه آمده میتونیم نیو پت بگیریم که مسیر از این باز چی کنه تغییر بده اول پت هم میتونیم چی کنه شما استفاده کنیم پیش از اینکه در بلین بیاییم. خب دیگه چیزایی هم که ما در اینجا داریم بازم با خودم بلند چی داره رپ داره که ما میتونیم او رو چی کنیم ما فقط یک تغییر ساده در این قسمت چی کنیم او رو بدیم ما. یا دیگه شکلها رو میتونین شما توسط بلند انجام بدیم ببینین این اندازی رو میگم چی داشته باشه روتیشن 360 در اینجا کلیک کنیم انتر این رو میگم دلیت. بعد از اون ما داریم دسورت ایره انتخاب اینی رنگ میدم میایم در اینجا چی؟ در خود دسورت ایره به هر شکل خواسته باشیم میتونیم چی کنیم ما؟ تغییرات بیاریم توسط از ایره که باز میتونیم که موالت اول پس ایره بیاریم در جایی که تغییرات میاری باز جهتش تغییر داده میتونیم یا بی شکل اینا کلان بین دهی کلیک میکنیم ده اینجا بوره دهی حالت کمتر بوره یا این اندازه از اینجا دورش بیشتر میتونیم بکنیم دهی حالت یا پس دلیت شما میتونیم از دستورت بی حالت چی کنیم استفاده کنیم. دیگه در پایین از او داریم چیزی بنام انوالپ یک قسمت از اون میتونن چی کنن شما بزکش کنن که ای کاری رو میکنه که از این چه ببینین ده ایالت یا با ایالت یا ای رو من دلیت میکنم میام در خود رکتنگل این ای رکتنگل ده اینجا رسم میکنم تابینی اندازه ای رنگ میدم میام در خود چی انولپ این از قسمت ببینین ای میگم به اندازه پایین باشه در اینجا یک کلیک این ایره میبره بالا این شکل رو میتونیم چی کنیم ما در اینجا استفاده کنیم از این ولپ این ایره من میگیرم میارم پایین و در اینجا دیگه کلیک اینه بیالت کنترول دی اولیش میگیرم سیاه رنگ سیاه میگیرم ایره رنگ سرخ میگیرم این ایره رنگ سرخ برابر به خود ازی میکنیم توسط هر روی پایین و از این جیره پایین تر پس دمی کلیک دوبلکیت میگیره پایین تر میگیریم برنگ سبز کنترول ای دلیت. دیگه چیزی که ما در اینجا داریم اکسترود هست که اینه میره بینیم وقتی که من رسم میکنم میره اینه رنگ میدم میام در خود چی اکسترود از کجا میگه میخوایی رسم این در وسطش میاریم یا این اکسترود بیالت ایش فقط شکل چی؟ زل امیکنه مربع باقی در قد اینجا ببینین تو پوینت لاین یک کلیک در اینجا دیگه کلیک در این قسمت ایره میارم در اینجا باز یک کلیک در اینجا این ایره کش میکنیم انتخاب در شیپ میام بازم انتخاب در اینجا کلیک میکنیم میخواد یک نمونه واریره میخوایم کار کنم ببینین
ایره کاملا روتیت میدیم، کمک ایره کش کنیم این طرف و ایش هم همچنین به این طرف و از اینجا هم دیالت. امیالو بینیم وقتی که بیام در ایکس درود از این گوشی ایره کش کنیم به وسط، اینی چیزا در اینجا ظاهر میشه. میام در اینجا و از این قسمت بلندیشه چی میکنم؟ کمتر من اندازه 6 میگیرم. اینا دیگه تغییراتیست که میدین وقتی که نمی انتخاب شد. ببینیم در وسطش کلیک راست بره کر و پارات، اینی بینین چطور شد قسمت بالایش. این اکسترود او رو دیالت چی کرد؟ چینج کرد که از این ما خیلی کارا دیگه میتونیم چی کنیم؟ استفاده بکنیم. باز در اینجا کلیک راست ان گروپ آل آبجکت به اینجا کلیک میکنم، میام در خود شیپ، در اینجا دبل کلیک میبریم داخل، بازی رو انتخاب میکنم، کنترل دی دوبلیکیت میارم دوبلیکیتش در این طرف، در اینجا بینیم یک کلیک دی دیگه کلیک دی و باز دی کلیک میکنم روتیت، این ایره میارم به هم نزدیک میسازیم. اینی کاریست که توسط اکسترود ما میتونیم چی کنیم؟ بلند یا چی شد اینا یک جای شد یا دیگه کارهایی رو میتونیم چی کنیم ما انجام بدیم. در اینجا بعد از اکسترود داریم ترانسپرنسی، یعنی میرین میام در خود چی ترانسپرنسی کلیک میکنم، یک طرف رنگش میتونیم کم یا چی کنیم زیاد، در اینجا باشه در وسط در اینجا و در این طرف، یا از اینجا اد شکل نرمال میتونیم از این حالات شکل های انتخاب بکنیم بالا از این کلن چی میباشه. این حالا باز تغییرات در خود از این میتونیم شما چی کنیم وارد کنیم، یا در اینجا کلیک کنیم ببینیم شکل گل، از اینجا دیگه امی رو ببینیم کلانتر سکترودشه، کلن این شکل هاییست که میتونیم. پس بیاین در اینجا کلیک کنیم چی دلیت دیگه در اینجا نمونه گیری میکنم از رنگ، مثلا نمیام از این رنگ میگیرم سرخ، میام در اینجا رکتنگر دیگر رسم میکنم، ببینیم یک نمونه از این رنگ میگیرم در اینجا کلیک میکنم، همون رنگ شد در اونجا آمد توسط از بینیم اینی خود از این کش کنیم کلانتر بشه، میتونیم fill with color از این اینجا کلیک میکنم، رنگ های خودم میتونیم چی کنیم ما بی استفاده بکنیم، کنترل A delete اینی رسم میکنم، اینی رنگ میدیم، میایم در fill with color، قبلا نمیره اشاره کردم ببینیم باز شما میخواین می کجا باشه در اینجا کش کنین از این قسمت، اینی رو بگیریم بیاریم در کجا دمازم و از اینجا باز رنگ های بیشتر میخواین میتونه نوعیت رنگتون انتخاب بکنین، در اینجا به اساس درجه همون رنگ در اینجا چی میشی؟ تغییرات رو وارد میکنه، کنترل ای دیلیت. و آخرین چیزی که داریم ببینین، من اینجا ایره رسم میکنم کنترل دی دوبلیکیت اینی اندازه، باز کنترل دی دوبلیکیت می اندازه ایره، حالا هر کدوم با هم چسبیده است. ببینین وقتی که من دی کلیک میکنم رنگ داخلش هم میتونین اینی رنگ بگیرین، یک کلیک دی دیگه کلیک دی دیگه کلیک دی، همیالا ببینین هر کدام از این بس بس همون رنگ جدا شد قط میکنن، ببینید همین حالت شدی کت شد، یک کنترل ای دلیت، یا شکل دیگه ای که مثلا داره من ایره اینجا رسم میکنم، میایم اینجا الپس انتخاب میکنم تا اینی اندازه الپس انتخاب میکنیم، بالاتر میبرم من، میام در خود چی سمارت فیلم یک کلیک دیگه کلیک در این قسمت، همین این راحت شده اینجا برداشته شد،
اینه میره فقط میتونه راحت کنه شما برداره ایرم پس چی؟ دلت. یا پس من اینه میره ببینیم کنترل زید میکنم دی کلیک میکنم دی سمارت فیل آمده یک کلیک دری قسمت اینه میره راحت بگیرم از اینجا چی شد در اینجا؟ بیالت آمد باز اینه میره میارم دی طرفش میریم در خود سمارت فیل اینجا کلیک میکنم ببین همی چی شد اینجا؟ کت شد در مفتول این رو برمیدارم ببینید در اینجا باز کلیک اینه میاره سکنون یه همچی شد اما دایره یعنی سمارت فیل از اون بخش رو کت میکنه که در پروژه دهی بسیار کار ما کردیم و میبینیم باز بیشتر کارهایش در اینجا ببینید تمام این چیزهایی که ما همیال کار کردیم همینه رو مکمل در اینجا چی میکنه ما نشان میده کدامش میخواین که غیر فعال شه فقط دروش کلیک کنین همو چی میشه از کار میفته مثلا این چیزه تکش پس میکنین کستومایزیشن هست دیگه چی چیز در اینجا باشه چی چیز در اینجا نباشه همون چیزها رو به سرازی چی میکنین کم یا زیاد و اینی بود درس ما از قسمت خودجی تول باکس امید که یک چیزی رو برداشت کرده باشین و انشالله که ایره باز بیشتر در پروژه ما کار میکنم شما میفهمید که چی کاربردی خود از تول باکس داره الله نگهدارتون